أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. بعد از این که وجود مبارک مریم سلام الله علیه حزنش را با مکالمه عیسی سلام الله علیه برطرف کرد و فهمید این کلام کلام الهی است، به وسیله فرزندش به او القا شده است و چند دستور را از راه توصیه الهی به وسیله عیسی تلقی کرد، اونگاه در کمال شهامت بچه رو در آغوش گرفت و به دامن گرفت و به حضور مردم آمد. دیگه مخفیانه و زیر حجاب و زیر چادر و اینا نگه داشته نبود. فأتت بهی تحملوها، فأتت بهی قومها تحملو، چون میدونست که دیگه کاملا قابل دفاع است. برای این که اون کسی که با او این حرفا رو زد و این مکالمه را کرده فرمود جواب رو من میدم. فهم ما ترین من البشر احدن فقول، این سفارش ها رو کرده. بزا این چه نبود که حالا مخفیانه وارد جمعیت بشه، شبانه وارد جمعیت بشه، بچه را مستور و پیهان کنه، زیر لباس بگیره، اینا نبود. فأتت بهی قومها تحملو، بر کمالش آمد. وقتی اونها آمدن گفتن یا اخت هارون، این یا اخت هارون را نصارای نجران بر برخی از مسلمان ها انتقاد کردن که بین هارون و بین مریم قرنها فاصله بود، هارون برادر موسی سلام الله علیه ماست و مریم مادر عیسی است، فاصله اینها چندین قرن است، چگونه مریم خواهر هارون می شود؟ این اعتراض را اونها نتوانستن جواب بدن. آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت مو تسمیه افراد به اسماء انبیا جایز است. برادر مریم سلام الله علیها نامش هارون بود، نامگذاری افراد به اسماء انبیا جایز است. این در باب اسماء الله است مثلا گفته شد تو میفیست و اینها، وگرنه کسی اسم خودش رو اسم پیغمبر انتخاب بکنه که بد نیست. فرمود مریم برادری داشت به نام هارون و این اخت هارون بود. این یکی از اقوال چهارگانه است که در مسئله اخت هارون مطرح است. خب یا اخت هارون، ما کان ابو کمر سوء و ما کانت امک بغیا، که بحثش گذشت. فاشارت الی، اونطوری که تو کتابهای تفسیر هست اینه که شما از من سوال نکنید، از این کودک سوال بکنید. ولی اون سفارش هایی که کودک به مادر کرد، معنای فاشارت الی این خواهد بود، گوش کنید ببینید او چی جواب میده. برای اینکه سوالهای شما رو شنیده دیگه، شما گفتید یا اخت هارون، او شنیده. ما کان ابو کمر اسو، او شنیده. ما کانت امک بقیا، او شنیده. حالا گوش کنید ببینید او چی جواب میگه، نه اینکه فاشارت الیه از او بپرسید. اونا متوجه نشدن که این اشاره مریم سلام الله علیها چیست. قالو کیف نکلی و من کان فی المهد صبیا. بعد همین که حرفشون تمام شد، دیدن وجود مبارک عیسی داره حرف میزنه. اینی عبدالله آتنیان کتاب و جعل نبی ها. جواب اونها را نداد، نگفت مادرم کذا و کذا، جواب اونها را نداد، او مشغول سخنرانی خودش بود.
وجود مبارک مریم، فرمود گوش کنید ببینید او چی میگه. اینا خیال کردن که میفرماد از او سوال کنی. این کلمه کان هم سهم تعیین کننده دارد، برای اینکه وقتی مریم سلام الله علیها این کودک رو در آغوش گرفته یا در دامن گرفته آورد پیش اهلش، پیش اون مردم، تو گهواره که نبود. ممکن است گهواره‌ای باشه، تو گهواره گذاشته باشه، اما این کودک گهواره ایست. اونا گفتن من کان فلمه، یعنی اینی که گهواره‌ایه، نه که حالا شما گذاشتی تو گهواره، چون حضرت هنوز فرصتی نکرد که این رو بیاره در منزل و تو گهواره بذاره. امثال زاره که همین که فعتت بهی قومها تحملهو قالو یا مریم، بنابراین این کان اون سهم رو داره که این اصلا هویتش گهواره‌ایه. با گهواره‌ای چگونه میشه حرف زد؟ دیگه نمیدونستن که از سر پستان عشق چون که دمی شیر یافت قامت سروی گرفت کودکک یک مهه. بیان لطیف مرحوم کاشف القتا رضوان الله شاید چندین بار در طی این سالها گفته شد که فرمود قرآن حق عظیمی نسبت به همه ادیان و ملل داره، و اگر قرآن نبود و اسلام معاذالله نبود، نه یهودیتی میمون نه مسیحیتی. با پیشرفت علم این یهودیت و این مسیحیت که پایگاه علمی نداره، اون اهانت ها را به انبیا اسناد دادن، اون تحریف ها که کتاب های آسمانی روا داشتن، این موندنی نبود. قرآن آمد انبیا ابراهیمی را به عظمت و عصمت معرفی کرد، وجود مبارک موسی کریم را با مناجات الهی به استکبار ستیزی و مبارزه کردن با آل فرعون معرفی کرد، عیسی را تطهیر کرد، مریم را عذرا نامید، سخنان عیسی را بازگو کرد. بخشی از کلماتی که قرآن کریم در باره هستی و عیسی برد اصلا تو انجیل نیست. بیان لطیف مرحوم کاشف القتا در کتاب قیم کاشف القتا اینه که اگر قرآن نبود دینی روی زمین نمیموند، برای اینکه این مسیحیت موندنی نیست، این یهودیت موندنی نیست. آدم عاقل که یهودی یا مسیحی نمیشه. این دین تحریف شده که همه چی درش هست، شرب خمر درش هست، که کشتی خدا با یعقوب درش هست. فرمود این آمد انبیا رو معرفی کرد، موسی رو معرفی کرد، عیسی رو معرفی کرد، مریم رو معرفی کرد، عصمت رو معرفی کرد، معجزه رو معرفی کرد، کرامت رو معرفی کرد، دین را معرفی کرد و موندنی کرد. اونا خیلی هاشون در پناه قرآن به انجیل احترام میگذارن. شما حرفهای اونها را، این اقانیم ثلاثه را، این تثلیث را، امثال ذالک را ببینید، بعض قرآن اصلاح شده. به هر تقدیر اگر وجود مبارک مریم در کمال نشاط و شهامت اون حزنش برطرف شد، یا لیتنی مت قبل هازا نسی و کنت نسی هم منسی، یا برطرف شد، این بچه رو در آغوش گرفت، رو دست گرفت، آمد با اطمینان 100% آمد، وگرنه با خجالت که نمیشد اینجور آدم بچه رو بیاره تو جمع، که یا شبانه میاد تا بیا زیر لباس نگه میداره. نخیر فعتت بهی قومها تحملهو، چون مطمئن بود. نه بعد از کلام از عیسی بود، اون فرماشات هست عیسی که قال اینی عبدالله، این کلام هست عیسی بود با مردم. اما فناداها من تحتها الله تحزنی فهزی الهی که به جنز نخله و کلی وشربی فاما ترین من البشر احدا، همین حرف حرف عیسی بود دیگر. این با اطمینان آمد. اونی که میگفت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا، دیگه شبانه نیامد، یا بچه رو زیر دامن نگرفت، در زیر چادر نگرفت، علنی آورد دیگه. بله نه فرشته در کار نبود، چه اونجا چه؟ بله دیگه، مادر آب چشمت روشن و از دفاع میکنن. این فناداها من تحتها که نمیشه جبرئیل باشه که، این فناداها من تحتها، این کلمه من تحتها نشون میده که اونی که از دامنش درد متولد میشود این حرف میزنن. فناداها من تحتها، او بله فاصلش خیلی گذشت، او در آیه بله خیلی چندین آیه قبل بود.
اما اینجا دارد فناداها من تحتها، تمام این کرمات مال کسی است که از دامن او با او دارد گفتگو میکند. فناداها من تحتها الله تحزنی، یک قد جعل ربك تحتك سریا، دو و هزی الیک بجزء النخل سه تساقط علیک رطبا جنیا، چهار فکلی واشربی و قری عینا هفت فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلی الیوم، هشت. این حرفها را که شنید با خود اطمینان خاطر حرکت کرد. لذا فاون فاشارت الی، معناش اینه که گوش کنید ببینید این چی میگه. لذا اونها از این سوال نکردن، که سوال تکرار نکردن، که اینا فقط گفتن ما چگونه حرف بزنیم، چگونه بپرسید. دیدن جواب نقد از زبان مطهر عیسیست، دیگه سوال جدید نکردن یا سوال را تکرار نکردن. سوال از مادر هست ولی جواب از فرزند. لذا وجود مبارک مریم سلام الله علیها فرمود گوش کنید ببینید چه میگوید، نه اینکه از او بپرسید. لذا اونا سوال را تکرار نکردن. اون تعریف مشهور و تفسیر مشهور هم میتواند درست باشد، اما خب مستحضری قرآن مراتبی دارد که اقرأ ورقه. بنابراین فاشارت الی، گوش کنید ببینید اون چو میگه. دیدن که داره جواب میگه، دیگه از اون سوال نکردن. و این که من کان فی المهد، یعنی کسی که کودکیست، بله کودکی، بالاخره گهواریه، نه که حالا تو فعلا تو گهوار است. اثبات این که وجود بارک مریم سلام الله علیها آمده باشد در منزل و این کودک را در گهواره گذاشته باشد بعید نیست، اما ثابت بشه. اما همین که بچه را در آغوش گرفته آمده پیش اهلش با این سوال روبرو شده، این جواب داده. فرمود گوش کنید ببینید چی میگه. فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اونگاه وجود مبارک عیسی سلام الله علیه این حرفا را زده. قال انی عبدالله، که در بحث دیروز گذشت اولین هدف وجود مبارک عیسی مسیح تنزیه خدا بود، بعد تبرئه مادر. این را با دلالت مطابقه گفت، تبرئه مادر را با دلالت التزام. بله؟ بله دیگه. یا در حین تولد فناداها من تحتها، راهین زایبون بود یا همین که به دنیا آمده فرمود، بالاخره فناداها من تحتها. این مکالمه را مریم سلام الله علیها از فرزندش به یاد داشت. رضا با تو معنینه نه شبانه آمد، نه در خفا آمد، نه زیر لباس گذاشت، علنه پلچه را آورد به میدان. خب دیگه زادی که فضل الهی است، یه اتیه منیه شاد. قال انی عبدالله آتانی علی کتابه و جعلنی نبی. یک ویژگی هر پیامبری محسوس خود اوست، در پیامبر دیگر نیست یا ظهور نکرده. یکی از ویژگی های وجود مبارک عیسی سلام الله علیه این بود که فرمود به جعلنی مبارکا. خب درست است، نبوت برکت است و هر نبی منشأ برکته، اما او بیاید افراد عادی را حواری خود قرار بدهد، این چیز برکت اوست دیگر. و جعلنی مبارکن، هم بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه بود که من هر جا بودم منشأ نفع و برکت بودم، همین طور بود. حالا یا اون زمان اقتضا میشد یا فیض الهی نصیب اونها شد، ولی بالاخره وجود مبارک عیسی گذشته از مسئله نبوت و برکت آن، یه برکت ویژه‌ای هم داشت که فرمود به جعلنی مبارکا. از این سفارش‌های بعدی هم معلوم میشه که یه خصیصه‌ای در او هست که در توده مردم نیست. حالا یا این اختصاص بالقول المطلق است یا نسبت به توده مردمه. حالا این ملاحظات بعدی رو فرمایید. بفرمایید. بله. چون که با این بشارت اساساً من نقطه مرجع باشم،
نه اونجا نپرداختی نسی. فرمود تعجب کرد برای اینکه من که همسر ندارم. نسی من سیام باری این حالت نیست. تعجب هست نه استبعاد. اضطراب نیست. استبعاد نیست. استعجاب هست. مثل جریان زکریا. خب این بد نیست. استعجاب برای پیغمبران ضرر ندارد، استبعاد ضرر دارد، چون هر کاری بالاخره چیز شگفت انگیز اولین بار تعجب آور دیگه. نه استبعاد یک، اضطراب دو، اینا خلافتون. اما یه کار خلاف عادت تعجب برانگیز دیگه، شگفت انگیزی دیگه. این شگفت انگیزی سوال میخواد که چجور میشه من مادر بشم؟ مثل که زکریا سلام الله علیه خودش خواسته عرض کرد رم اکو برد به دعای رب به شقی یا. اما وقتی که خدای سبحان و وسیله ملائکه نادت و ملائکت و بوه و یو سردی فی المهراب اندالله های و شروع که به کلمت بسمه من حسمه به یه فرض به غلام اسمه یحیا استعجاب کرد. شگفتی که شفت دگنگیز بشه که نقص نیست. بعد اولین بار اینه. بعد وقتی که معجزه آمد و کرامت آمد مستقرن با اون معنوس بشه. نه دیگه حالا تعجب برطرف شد برای این که معجزه رو دید دیگه. معجزه رو دید. بنابراین این که فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنتو یک برکت ویژه است. مطلب بعدی آن است که و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا هم یک توصیه ویژه است. برای اینکه ما هم همینطوریم، ما که فرد عادی هستیم، مگر ذات اقدس اله ما را به صلات و زکات ما دمنا احیا نصیحت سفارش نکرده. هر کسی که مکلف است تا اینکه زنده است نماز باید بخونه، زکات فطر باید بده، مال اگر داره زکات مال باید بده. همه ما اینطوریم. اما وجود مبارک یحیی و وجود مبارک عیسی نمیگد من مادامی که زنده ام مأمور به نمازم مثل افراد عادی. خیر، من مادامت الحیات مأمور به نمازم. این همون میشه خوش آمن که دائم در نمازم. این روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو باب ذکر نقل کرده که اگه کسی دائم الذکر باشه دائم الصلاته، اگه کسی در تمام حالات به یاد خدا باشه با اذکار الهی با ذکر و ذکر الهی مشغول باشه فوق فی صلات دائم است. الذین هم فی صلاتهم دائمون همینه. وگرنه اونایی که فی صلواتهم کذا و کذا افراد عادی هم. خب همه ما که مکلفیم تا زنده مکلف به نمازیم دیگه، تا زنده مکلف به روزیم دیگه. این دیگه خصیصه وجود مبارک عیسی نیست. اما میگه من تا زنده ام باید نماز بخونم. این همان از خوشا آنم که دائم به نمازم. این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل تو باب ذکر کرده که اگر کسی در تمام شؤون به یاد حق باشه و متذکر باشه و آن غافل نباشه فهو به صلات دائما. صلات او اینه. یه همچی توسعی را ذات اقدس اله به وجود مبارک عیسی دارد. میشه زکات هم همینطوره، یا زکات مال، یا زکات وقت، یا زکات جاه، یا زکات علم، بالاخره یا تزکیه نفس است. دائما مشغول انفاقن، دائما مشغول خدماتن، دائما مشغول تزکیه نفسن. اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیان. اون در اثر اینی عبدالله رد کرده دیگه. نه اون که اینی عبدالله باشه توهم تسلیس را توهم ابناللهی را اینها رد کرده دیگه. خب و برن به والدتی نسبت به مادرم باید بر باشم. مسئله بر رو بر در جریان است. یحیی مبسوطا گذشت که هر کار خیری را بر نمی گویند و هر گروهی که کارهای نیک میکنن جز ابرار نمیگوین. اون کسی که صحرا دل است مثل بر بیابان باز خیرش وسیع و فراگیر و مشروع است به او میگوین از ابرار است. به یه همچه آدمی میگوین.
او ذل بر است، او بر است، او بار است به مانند اون. و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارن. چرا؟ چون جبار شقی است، شقاوت دنیا دارد، شقاوت آخرت دارد، عذاب الهی دارد، و چون من جبار قرار داده نشدم، اهل شقاوت هم نیستم. نتیجه این که تمام مقاطع من با درود الهی همراهه. یه وقتی برابر اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که انسان سه مقطع حساس دارد، مقطع میلاد، مقطع موت، مقطع بقیه است، این معنیش اینه که این سه مقطع خیلی حساس است. رضا گفته شد سلام علیه یوم ولد یوم یموت و یوم یوب از حیا، درباره هستی یحیی سلام الله علیه و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم اب از حیا، درباره هستی عیسی. یه وقت است نه، منظور امام رضا سلام الله علیه این است که وقتی مسئله میلاد حل شد تا موت حل می شود انشاءالله، وقتی مسئله موت حل شد تا برزخ و قیامت حل می شود، وقتی مسئله این فاصله حل شد در قیامت هم وقتی که سر از قبر برداشت در روح ریحان است. نه که این سه مقطع مهم است، این وسط ها را رها کنید. این و سلام علیه یوم ولد تو و یوم اموت تو و یوم ابعث حیا، یعنی و سلام علیه دائما من المیلاد الی البعث، نه که این وسط ها رهاست. خب این بار وجود مبارک عیسی، تعبیری که درباره هست یحیی بود با این جلال و عظمت نبود، اونجا نکره بود، اینجا معرفه است. اونجا سلام از خود و سلام علیه بود، نه و سلام، اینجا سلام از زبان خود عیسی مسیح سلام الله علیه است که این همه حرف ها را که میزند به اذن الله سخن میگوید، اینی عبدالله میگوید، آتان کتاب میگوید که همه اینها مستقبل محقق و غضو او از زبان ماضی بیان شده، به اذن خدا مجاز است که باید و سلام علیه یوم ولد تو و یوم اموت تو و ما بینه هما، یوم اموت و یوم ابعث حیا و ما بینهما. همونطوری که اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، یعنی و سلام علیه ما دمت حیا و سلام علیه ما دمت کذا و کذا الی البعث، تمام این حالات تو زیارت آل یاسین به جمیع شؤون وجود مبارک هستی ولی اصل ما سلام نمی کنیم. سلام بر شما وقتی می نشینی و سلام وقتی که پا می شی، سلام وقتی قرائت داری، سلام وقتی که رکوع داری، و السلام علیکم تقوم و تقعد، السلام علیکم تقرا و تسجد، السلام علیکم تسلی و تقنوت، به جمیع حالات حضرت سلام بکنیم دیگه. همینه. خب اگر کسی اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا شد و السلام علیه فی جمیع شؤونه هم درسته دیگه، برای اینکه او در جمیع شؤون غرق در توحید الهی است، ما هم به جمیع شؤون او سلام بکنیم. خب نه، بالاخره یا خواستن است یا بالاخره به اذن خدا میخواد دیگر و بدون اجابت که نیست، ولی منظور آن است که این چنین نیست که در این سه مقطع سلام بر عیسی، بلکه در تمام حیات سلام بر عیسی، به دلیل اینکه در تمام شؤون ما دمت حیاً اوصانی به صلات و زکات. اگر اون وجود مبارک در جمیع شؤون بنده صالح خداست، بر اون وجود مبارک در جمیع شؤون سلام است، و زیارت آل یاسین معنا خاص خودش روشن پیدا میکند که ما به تمام تک تک شؤون وجود مبارک ولی از سلام عرض بکنیم دیگر. وقتی که پا میشید، وقتی که قرائت دارید، وقتی قنوت دارید، وقتی رکوع دارید، وقتی سجود دارید، و سلام علیکم ترکه و تسجد، و سلام علیکم تقرب و تبین، همین دیگه، یعنی سلام بر جان شو. بله، تکلیف برای حی است، اما ما مادام زنده ایم مکلف به نمازیم، اما مکلف به نمازیم در پنج وقت. وجود مبارک عیسی میخواد بفرماد من مثل سایر مکلفین در اوقات نماز مکلف به صلاتم. خب همه مردم هم میتورن. یا میخواد بفرماد نه، در تمام حیات من مکلف به نمازم، نظیر اون که در بخش پایانی سوره مبارک انعام گذشت که ان صلاتی و نسکی و
به محیای به مماتی لله رب العالمین. اگه کسی حیاتش به مماتش لله هست، جمعی شونش الهی است دیگر. این که ما تو نماز میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این یه مکتب است، نه به حول الله اقوم و فی الصلاة و اقعد فی الصلاة. نخیر، به حول الله اقوم و فی الصلاة و غیرها، اقعد و فی الصلاة و غیرها، در جمعیشون به حول الله اقوم و در جمعیشون به حول الله. این یه مکتب است که تو نماز به ما گفتن برای شون زندگی، نه اینکه فقط تو نماز اقوم و به حول الله اقوم و در غیر نماز به حولی اقوم و اقعد، اینجور نیست که. خب اگر این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین شد، سلام هم جمیعا خواهد بود. همین سلام را ذات اقدس اله بر پیغمبر علیه و علی آله آله و تحت و سنا داد و برای ماها هم که بندگان خداییم همین مژده را داد. البته اون مراحل عالیه این سلام مخصوص انبیا و اولیاست، بالاخص وجود مبارک حضرت رسول، اما مراحل وسطا و نازلش شامل حال مؤمنین میشه. در سوره مبارکه احزاب هم به که مناسبتی قبلا این آیه بحث شد، آیه 56 سوره مبارکه احزاب مراد فرمایید، در اونجا آمده است ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلی الله علیه و آله و سلم. این آیه 56 سوره مبارک احزاب که خدا و فرشته ها بر ذات و مقدس اون حضرت تسلیم دارن، ما هم موظفیم تسلیم و تسلیه داشته باشیم. در همون سوره مبارکه احزاب آیه 43 به این صورت است: هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستد، و ملائکته، ملائکه خدا بر شما مؤمنین صلوات میفرستد. حالا روشن میشه که انسان تا کجا میتونه برسه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. خب اون قله و آسمان و اوج مار اون خاندان، این پایینا و میانه مال ما. پس ما میتوانیم به جای برسیم که خدا بر ما صلوات بفرستد، خدا بر ما سلام بفرستد، ملائکه خدا بر ما صلوات بفرستد، ملائکه خدا نسبت ما سلام بفرستد. مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه تو الفواید الرجالیه نقل میکند، وقتی مرحوم خواجه نصیر اسم سید مرتضی را در درس میبرد، مفقال سید المرتضی صلوات الله علیه، شاگردان درس مرحوم خواجه تعجب میکردن که چرا ایشون بر سید مرتضی صلوات میفرسته. ایشون میفهمد کیفه لا یصلی علی المرتضی. خب اگر کسی مؤمن باشد خدا بر او صلوات میفرسته، منتها اون صلواتی که مال انبیا و اولیاست در اوج است، اون مراحل نازله و وسطاش مال مؤمنینه. اینه که خواجه میگه مواظب باش خودتون ارزان نفروشی، اگر هم چیزی گیرتون آمده ببینید که چی از دست دادید که اون گیرتون آمده. این شعر منصوب مرحوم خواجه نصیر طوسی است که برفرض شما صیاد شدید، آهو را صید کردید، مشکش را گرفتید، میگن بهترین عطر دنیا در نافه آهو، همون نافه آهو است، عطر طبیعی و معطر و خوب. ایشون میفرماد به این که گرفتم صید تو شد آهوی مشک، اما مکافات سگ و سگون نیرزد. انسان اونسی باید مدتی باید با سگ شکاری و سگدار و سگبان و اینا سرگردان بشه، سرگرم بشه تا نافه آهو گیرش بیاد. این فری که در اینجا آمده که لقد جئت شیئا فریا، ناقص یاییست. فریه یعنی قطع کردن، همین فریه اوداج، فریه اوداج همینه. این گاه للاصلاح است، گاه للافساد است. فریه هم از همین فریه است، قطع کردن، بریدن، جدا کردن و مانند آن است. اما اون فرع محموز اللام
به تعبیر صاحب مقاییس ابن فارس در مقاییس، اون غیر از این فریه به معنای قطع و فریه و امثال ذالک است که اون حمار وحش را میگوین فرا. و این حدیثی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که کل صید فی جوف الفرا، یعنی حمار وحش، اون از فرع محموز اللامی است که در اون حدیث آمده، یعنی تمام صید در همون شکار این حمار وحش است که هم گوشتش ترد و طیب است و هم احیانا نظیر بعضی از آهوها اون فضیلت رو دارن، که این مربوط به کلمه فری بود که لقد جئت شیئا فریا. و خطری که دامنگیر یهودیت شد و قرآن کریم اون خطر را از حوزه موحدان زدود همین است، این سمقطع را وجود مبارک عیسی با طهارت گذروند و می گذراند و قرآن این سمقطع عیسوی را با جلال و شکوه تبیین کرد و یهودیت، همین صهاینه، همین اسرائیلی ها این سمقطع را آلوده کردن. قرآن می فرماید و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، این یهودیت این سمقطع را آلوده کرده، گفته معاذ الله او از راه ناپاکی به دنیا آمده، این و سلام علیه یوم ولدت را انکار کرده، با صلیب و دار زدن از بین رفته و سلام علیه یوم اموت را انکار کرده. در قیامت معاذ الله او اهل دوزخ است، چون به تورات ایمان نیاورده، در صف یهودی ها نپیوسته، معاذ الله این در قیامت در آتش است. این حرف همین صهیونیست است، حرف همین اسرائیلی است که این سمقطع را آلوده کردن، با اینکه قرآن کریم این سمقطع را در کمال جلال و شکوه تطهیر کرده. الحمدلله رب العالمین.